قاعده 130 چی است؟ مهمترین احکام اعتقادی را در مورد برزخ بفهمیم. خود برزخ که از چند حکم دارد؟ بعضی کسایی که نمیفهمند برشان مشکلات اعتقادی پیدا میشه. بسیار مهم است آدم بفهمند. اولش که برزخ مربوط غیب است. وقتی که برزخ مربوط غیب است، بناهن ما با حس و با عقل نمیتونیم که زندگی برزخ بفهمیم. این مربوط چیست؟ غیب است. یک شیخ از برام محمد حیدر یک رساله نشته کرده، رساله دکترا هست، در دکترای خود نشته میکنه در مورد برزخ. رساله دکترا نشته کرده، خوبم تو یک کتاب کلان میگه هنگامی که مردم در امور غیب عقل خود را قضاوت کننده و حکم کننده قرار دادن، طایفه ها، فرقه ها و جماعت های مختلف پیدا شد. بعضی کساس درباره عذاب قبر هم گپ میزنه که مثلا کس نی عذاب قبر کس مربوط غیب است. در غیب ما و شما توقیفی با آیات قرآن و احادیث اکتفا میکنیم، بیشتر رو تفسیر نمیکنیم، نمیتونیم که سر از او اجتهاد بکنیم. چرا؟ این عالم میگه بسیاری از اینا در غیب گپ زدن و گپ زدن استخدام عقل و استخدام حس در غیبیات. سعی کنین عقل برای معقولات است، حس برای چی است؟ برای محسوسات است. یعنی هر نعمت یک دایره خاص خدا داره. مثلا ما و شما در فلسفه اسلام چی هست؟ خلاصه فلسفه اسلام چی هست؟ خلاصه فلسفه اسلامی است که در فلسفه اسلام ما در محسوسات از حس استفاده میکنیم، در معقولات از عقل استفاده میکنیم، در علوم تجریبی متوجه هستین؟ در علوم تجریبی از تجربه استفاده میکنیم، از ساینس، و در غیبیات از وحی استفاده میکنیم. پس این نعمت ها هست، نعمت حس، نعمت عقل، نعمت علم و نعمت وحی. پس این چهار است. اینال در غیبیات اگر تو از حس و از عقل استفاده میکنی به نتیجه نمیرسی. اگر یک نفر میخواد که مثلا روح یا میخواد که عذاب قبر در لابراتوار بر ما ثابت کنه، اشتباه میکنه، چون این محسوس نیست، غیب است. معقول هم نیست که در عقل داخلش کنی. در عذاب قبر هست اما چه قسم هست دوره تو در عقلت نمیتونی که بگنجی، به خاطر مربوط غیب است. قاعده دومی است که نعمت ها و عذاب بفهمیم که نعمت ها و عذاب برزخ فقط مربوط میت است. این انسان های دیگه درک کرده نمیتونه. انس بن مالک رضی الله عنه میگه که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که هنگامی که بنده اش را در قبر میگذارن و دوستانش برمیگردن و میروند، میت صداهای پایهایشان را میشنود. پس عذاب و نعمت قبر مربوط خود چی میشه؟ متوفا میشه. و این کسی دیگه درک کرده نمیتونه، چرا؟ اگر این درک کنه باز ایمان به غیب خلاص میشه دیگه. ما شما ایمان به چی داریم؟ به غیب داریم. حالا یک نفر در قبر بخیزه بگه که ما تو گرز آتشی در فرقم خورد، کلگی توبه میکنه، باز از غیب ببره. حکم سوم، عذاب و نعمت برزخ تنها در قبر نیست. یعنی بعضی کسا فکر میکنن که امی عذاب قبر است و در قبر نه، ضرور نیست که این زندگی، یعنی چون زندگی برزخ، زندگی بین دنیا و آخرت است، این ضرور نیست که زندگی تحمن در قبر باشه، بلکه نعمت ها و عذاب برزخ برای هر کس میرسه. خواهی شخص در بحر فوت کرده باشه، غرق شده باشه، در آتش سوخته باشه، حیوانی او را خورده باشه، پس این را میبینه. حکم چهارم عذاب برزخ چی است؟ که نعمت و عذاب برزخ مانند نعمت و عذاب دنیوی نیست. امی صاحب شرح عقیده تحاویه ای را تشریح میکنن، چی میگن؟ میگه لازم است که دانسته شود که آتش و نعمتی که در قبر است از جنس آتش و نعمت دنیایی نیست.
فهمیدی یعنی؟ اگرچه الله خاک و سنگ را در بالا و پایان آن گذاشته است تا حرارت آن از آتش دنیا بیشتر باشد و اگر آن را اهل دنیا مسح کنند احساس نمی توانند. بلکه جالبتر این است که دو شخص در کنار هم دفن می شوند و یکی در چقوری از دوزخ و دیگری در باغچه از باغچه های جنت، برای آن یک از حرارت دیگرش و برای این هین یک از نعمت ها فامید نمی رسه. یعنی حتی دو تا متوفا یکی از دیگه خود اما حالتش درک نمیتونه کنه.